این هفته دمیدن هوای پاک تو صورت، خودروهای کلاسیک برقی و فضاپیمایی برای بو دادن قهوه. خیلی از شهرهای دنیا اول صبح این شکلی هست. با آلودگی بسیار بیشتر از سطح مجاز. آلودگی که میدونیم حتی بیشتر از سیگار جون آدمها رو میگیره. به تازگی طرح محدوده هوای کم آلاینده در لندن اجرایی شد. هدف طرح اینه که خودروهای آلاینده رو از مرکز شهر دور کنه. اما اینکه هزینه 12.5 پوندی برای اینکه مردم خودروهاشون رو به این محدوده نیارن کافیه یا نه، باید منتظر موند و دید. امروز ظاهرا هوا خوبه، چندان آلوده نیست. خیابونام خلوته، اما در ساعات پرترافیک اینجا وضعیت فرق می‌کنه. آلودگی فقط مختص خیابونای شلوغ نیست. نتیجه یک پژوهش جدید نشون داده که بعضی از پایین‌ترین ایستگاه‌های زیرزمینی مترو لندن 30 برابر از سطح شهر آلوده‌ترن. توی ایستگاه مالیبون یک دستگاه تهویه جدید کار گذاشتن بلکه این مشکل رو حل کنه. توی بچگیمون وای میستادیم جلوی کولر و پنکو توش داد میزدیم، اما از اون موقع تا حالا من جلوی هیچ پنکو کولر وای نستادم. این یکی با بقیهشون فرق داره. ظاهرا اینجا پاکترین و سالمترین هوای این ایستگاه رو داره. پشت این تابلوی تبلیغاتی یک دستگاه کار گذاشتن که صافی نانوکربن داره و میتونه تا 90% گازهای مضر رو از هوای اطراف جذب کنه. دستگاه رو عمدن نزدیک مغازه ها و فضاهایی گذاشتن که تمرکز جمعیت جلوشون بیشتره. از روی این تصویر میشه دید که کیفیت هوا در جاهایی که صافی کار گذاشته شده به مراتب بهتره. هوای آلوده از بالای دستگاه مکیده میشه داخل و وارد محفظه‌ای میشه که یه میدان الکتریکی خیلی قوی برقراره و ذرات بسیار بسیار ریز رو جذب میکنه. در مرحله بعد هوا وارد یه فیلتر گازی میشه و دیوکسید نیتروژنش جذب میشه. اینجا اوزونی که در محفظه اول تولید شده بود رو هم جدا میکنیم. در نهایت هوایی که از این مراحل رد شده دوباره برمیگرده به محیط. البته مشکل فقط آلودگی هوای لندن نیست. پارسال 40 شهر بریتانیا به سقف مجاز آلودگی رسیدند و بعضن ردش کردند. بعضی از این شهرها برنامه‌های خاصی برای بهبود کیفیت هوا دارند. مثلا این اتوبوس در ساوثهمپتون که سازندگانش میگن در حال حرکت هوا رو پاک میکنه. صافی که روی سقفش کار گذاشتن ذرات بسیار ریزی رو که از اگزوز خودروهای دیزلی بیرون میاد جذب میکنه. این دستگاه در اصل دو تا فیلتر بزرگ کاغذی داره. سه تا پره هم داره که میچرخن و هوا رو میکشن تو. سرعت اتوبوس اونقدر نیست که اون حجم از هوایی رو که میخوایم بکشه. در نتیجه این پره ها رو گذاشتیم که با برق کار میکنن. اینها هوا رو میمکن. هوا از فیلتری که روی سقف اتوبوس رد میشه و هوایی که از اون ور خارج میشه به مراتب تمیزتره. مجریان این تر امیدوارن نقش این اتوبوس ها فراتر از پاک کردن آلاینده ای که خودش تولید کرده باشه. اگر روی هر 5000 اتوبوس شهر از این صافیا نصب کنند، در تئوری میشه 2 برابر کل هوای شهر رو تا ارتفاع 10 متری پاک کرد. حدسم اینه که شهرهای زیادی به چنین محصول یا محصولاتی علاقمند باشن. ضمن اینکه لازم نیست حتما اتوبوس باشه. فیلتر رو میشه روی ماشین حمل زباله، کامیون یا هر وسیله حمل و نقل دیگه ای نصب کرد. اما مسئله فقط کاهش آلاینده‌های هوا نیست. در سطح شهر بایستی ترافیک روونی هم وجود داشته باشه. اگر این چراغ‌های رانمایی رانندگی دچار مشکل بشن، اینجا چه وضعیتی پیدا می‌کنه؟ حالا فرض کنید که به خاطر حمله سایبری کل سامانه حمل و نقل شهری از کار بیفته. تازه حمله سایبری می‌تونه نیروگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ رو هم هدف بگیره. که این اتفاق قبلا افتاده. دن سیمونز گزارشی تهیه کرده از نتایج یک پژوهش تازه که نشون میده زیرساخت‌های شهری ممکنه آسیب پذیرتر از اونی که فکرشو می‌کردیم باشن.
موردی که در اوکراین پیش اومد کار یک کشور دیگه بود. هکرهاشون برق یه منطقه رو قطع کردن. به نظر من همین یک مثال نشون میده اینجور حملات چه پیامدهای سنگینی میتونه داشته باشه. ایتن گولدستین نزدیک 10 ساله که در حوزه امنیت انرژی و نیروگاه ها فعاله. ممکنه کسی بخواد بازار نفت و گاز رو مختل کنه. جدیدترین موردش عربستان سعودی بود که هکرها که احتمالاً عامل یه دولت خارجی بودن به طور مشخص سیستم ایمنی پالایشگاه‌های نفت و گاز رو هدف گرفته بودن. در واقع نتیجه‌ای که میشه از کارشون گرفت اینه که میخواستن آسیب فیزیکی بزنن و این خیلی وحشتناکه چون مستقیماً سیستم ایمنی رو هدف گرفته بودن. سوال اینه که این کشورها یا هکرها و دسته‌های تبهکار از کجا شروع می‌کنن؟ شودان میتونه در این زمینه کمک کنه. شودان مشخصا نشون میده که کدوم ابزارها یا دستگاه‌ها مستقیم به اینترنت وصلن. در واقع نشون میده کجای سیستم من در مقابل حمله سایبری آسیب پذیره و قاعدتا نباید باشه. به طور خاص در سیستم‌های کنترل صنعتی به کار میاد. کمک میکنه بخش‌های مختلف سیستم رو اولویت بندی کنم و ببینم از کجا باید شروع کنم که خطر رو کم کنم. چیزی که دنبالشیم یه همچین چیزیه. واحدهایی که سیستم‌های صنعتی بزرگ رو کنترل میکنن. بهشون میگن کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی یا PLC. طبعاً اگه شما مسئول یه نیروگاه آبی یا گازی یا یه کارخونه بزرگ باشی، نمیخوای کسی مغز هدایت کننده سیستمت رو دستکاری کنه. الان میدونیم که حدود 6000 از این PLC ها به اینترنت وصلن و این میزان مال همین لحظه است. این همین لحظه رو نشون میده و خب هیچ PLC نباید اینجوری مستقیم به اینترنت وصل باشه. یعنی الان بالای 5000 واحد تولیدی و صنعتی دارن اشتباه میکنن. به مراتب بیش از این هاست. این فقط یه بخش کوچیک داستان رو نشون میده. ولی در این لحظه ما فقط اینا رو پیدا کردیم و اینجا اسم کشورهاشون رو هم نشون میده. بله، ویژگی این ابزار همینه که جزئیات رو هم نشون میده. مثلا حدود 1000 تا از این 5-6000 تا تو آلمانن. حالا بریم یه مرحله جلوتر. کاری که الان میکنه اینه که به ما میگه دقیقاً چه دستگاهی چه شرکتی کجای دنیاست. و همینطور که میبینین صرفاً برای اینکه کمی ماجرا براتون روشن‌تر بشه، تعداد زیادی از شرکت‌های معروف آلمانی هم هستن، تولیدی‌های نچندان بزرگ. نتیجه‌ای که از این اطلاعات میشه گرفت اینه که سیستم‌های کنترلی آسیب‌پذیر همه جا هست و این خطریه که همه رو تهدید می‌کنه. به نوعی همه در مقابل حمله سایبری آسیب‌پذیرن. مشکل اینه که خیلی از سیستم‌های کنترلی در زیرساخت‌ها کهنن و نرم‌افزارهاشون مرتب به روز نمیشه و به همین دلیل هم که شده نباید به اینترنت وصل باشن. ولی در عمل هر روز دستگاه‌های بیشتری به اینترنت وصل میشن و در نتیجه احتمال حمله بیشتر میشه. هفته گذشته یک سازمان تخصصی مستقل گزارشی منتشر کرد که نشون میده اوضاع به مراتب ترسناکتر از اون چیزیه که تصور میشد. 700 متخصص ایمنی که در زیرساخت‌های حیاتی کار میکنن در یه نظرسنجی که شرکت تنبل متولیش بود شرکت کردن. 90%شون گفتن در 2 سال گذشته دست کم یک حمله سایبری موفق در محل کارشون اتفاق افتاده و خسارت زده. اما آیا موردی بوده که سیستمی کلن از کار بیفته؟ اگر به بخش‌های بهداشت، نفت و گاز، نیروگاه‌ها و حمل و نقل نگاه کنید، حدوداً نصفشون در 2 سال گذشته هدف حمله‌ای بودن که سیستم کنترل صنعتیشون رو مختل کرده و ناچار شدن کار رو تعطیل کنن. البته به نظرم باید در پذیرش نتایج این گزارش کمی محتاط بود، برای اینکه متخصصهایی که در نظرسنجی شرکت کردند احتمالاً به این خاطر شرکت کردند که چیزی برای گفتن داشتند. در نتیجه رقمی که در گزارش اومده احتمالاً کمی بیشتر از واقعیته. ولی حتی با در نظر گرفتن این احتمال، تصویری که این گزارش می‌سازه زمین تا آسمون با تصور عموم که فکر می‌کنن همه چی رو به راهه و مشکلی نیست فاصله داره. معمولاً بخشی از حمله‌های سایبری به زیرساخت‌های حیاتی اصلاً گزارش نمی‌شه. هم برای حفظ اعتبار متولیان این زیرساخت‌ها، هم برای اینکه اعتماد ما مردم عادی به خدماتی که در زندگی روزمره بهشون وابسته ایم خدشه‌دار نشه. احتمالاً یکی از دلایلی که متخصص‌های بیشتری در این نظرسنجی حرف زدن این بوده که لازم نبوده اسمشون رو بگن. برگردیم سر کاری که می‌کردیم.
نتایج جستجو رو محدود کردیم و نهایتاً رسیدیم به یک کنترلر منطقی قابل برنامه‌ریزی مشخص که می‌دونیم مشکل امنیتی داره. تو این مدت تونستم این ابزار رو پیدا کنم که یه نقطه ضعف مشخص داره که ما قبلاً در تنبل شناسایی کردیم. باورش سخته که کسی دستگاهی رو که مشکلش هم معلوم شده به اینترنت وصل کنه. تازه موقعیت دقیقش رو هم داریم. بله، روی نقشه دقیقاً جاش معلوم. الان من میتونم روش کلیک کنم و از راه دور پسورد اون دستگاه رو عوض کنم. و مشکل همین یک شرکت نیست. شدان ده‌ها مورد رو که میتونن هدف حمله باشن برامون درآورد. از جمله یک شرکت مهم ارتباطات در بریتانیا، آلمان و اینطور که اینجا نشون میده رومانی. شرکت تنبل با استفاده از شدان به شرکت‌ها کمک می‌کنه نقاط ضعفشون رو پیدا کنن. ولی سوال اینه که آیا این سازمان‌ها و شرکت‌ها تدابیر لازم برای حفظ امنیت ما و پیشگیری از تکرار این حمله‌ها رو اتخاذ می‌کنن؟ صنعت برق یکی از صنایع بنیادیه. اگه دوچار مشکل بشه، مثلا خدمات درمانی هم دوچار مشکل میشه. بنابر این پیامدها میتونه خیلی سنگین باشه. اینکه انگیزه حمله کننده ها چیه نمیدونم، ولی قطعا نیتشون خیر نیست. این هم راهی برای از کار انداختن یه جامعه مدرنه. فکر میکنین احتمال اینکه حمله ای در این ابعاد که میگین در بریتانیا پیش بیاد چقدره؟ در ابعاد بزرگ خیلی کم. به نظرم مهمه که بیش از حد نترسیم. خطر واقعیه. نقاط ضعف هم واقعیه. میشه گفت روز به روز بیشتر در معرض این حملاتیم. فاصله ای هست بین وضع ایمنی موجود و اون چه باید باشه که در موردش حرف زدیم. ولی این به این معنا نیست که فردا برق لندن قطع میشه. بنابراین فکر میکنم باید به خطر آگاه بود. ولی برای رفعش لازم نیست اغراق کنیم. این هفته عرضه گوشی تاشوی سامسونگ گلکسی به خاطر نقص فنی نمایشگرش به تأخیر افتاد. شرکت وینگ اوییشن از زیر مجموعه های گوگل آلفابت که کارش ارائه خدمات تحویل کالا به وسیله پهپاد از سوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا به عنوان یک خط هوایی پذیرفته شد و گزارش شده که دولت بریتانیا قراره به رغم مخالفت آمریکا بعضی از تجهیزات شبکه جدید 5G این کشور رو به شرکت چینی هواوی سفارش بده. بعضی از وزرا در مورد خطرات احتمالی این تصمیم برای امنیت ملی هشدار دادن، اما هواوی همواره هر گونه امکان سوء استفاده از تجهیزاتش برای جاسوسی یا خرابکاری رو مردود دونسته. تسلا خبر داده در سه ماهه اول مالی سال 2019 بیش از 700 میلیون دلار ضرر کرده. این شرکت همینطور خبر داده که داره در مورد ویدیویی که ظاهراً انفجار یک خودروی مدل اس تسلا رو در چین نشون میده تحقیق میکنه. و در آخر سه ربات خودکار قرار کارشون رو به شکل منحصر به فردی در فضا شروع کنن. هانی، کوین و بامبل استروبی های مکعب شکلی هن که به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده میشن تا به فضانوردان در انجام کارهای روزمره‌ای مثل انبارداری ابزارها، بررسی شرایط محیطی و حتی تکمیل آزمایشات کمک کنند. یکی از راه‌های کاهش آلودگی هوا تشویق مردم به دوچرخه سواریه. طرح‌های دوچرخه سواری بدون ایستگاه که از آسیا آغاز شد، یکی دو ساله که به شهرهای مختلف بریتانیا و حتی ایران هم رسیده. برخلاف دوچرخه‌های قبلی، این دوچرخه‌ها زیر ساخت فیزیکی لازم نداره و هر کس هر وقت و هر جا که دلش خواست ولشون می‌کنه و نفر بعدی برش می‌داره. این شیوه خیلی جاها مقبول بوده، ولی به نظر بریتانیایی‌ها خیلی معقول نیست. در نتیجه حالا یک طرح جدید بدون ایستگاه پیاده شده که مسئولاش امیدوارن همه رو راضی کنه. دوچرخه‌های بریل قراره به زودی در شهر ساحلی بورنموس و در شرق لندن رونمایی بشن. این دوچرخه‌ها به ردیاب مجهزن، همیشه به شبکه وصلن و راحت میشه پیداشون کرد. دوچرخه‌های جدید رو همون شرکتی طراحی کرده که چراغ‌های سبز رو برای دوچرخه‌های سازمان ترابری لندن ساخته بود. حالا همون فناوری رو یک جور دیگه برای دوچرخه‌های بدون ایستگاه در بریتانیا به کار گرفتن. انرژی ردیاب دوچرخه با رکاب زدن تأمین میشه. یک صفحه خورشیدی ظریف هم توی سبدش کار گذاشتند.
این جایی که علامت زدن در واقع ایستگاه مجازیه. به دوچرخه سوار توصیه میشه که دوچرخه رو اونجا بگذاره. سعی میکنیم مردم رو تشویق کنیم دوچرخه رو توی ایستگاه‌های مجازی پارک کنن. ولی اگه جای دیگه هم خواستن میتونن بذارن. فقط یه مبلغ کمی باید اضافه بدن. نفر بعدی که میخواد سوار شم اگه بره دوچرخه‌ای رو که در ایستگاه نیست برداره و بعد از استفاده در یک ایستگاه بذاره، به شکلی تشویق میشه. نکته مثبت ایستگاه مجازی اینه که اگه یکیشون جاش یا اندازش مناسب نبود، خطها رو پاک میکنن و یک جای دیگه خط میکشن. لازم نیست چیزی رو خراب کنی یا چیزی بسازی. اگه از دوچرخه سواری خوشتون میاد اما حوصله رکاب زدن ندارید، میتونید برید سراغ دوچرخه‌های برقی شرکت لایم که مقرش در کالیفرنیا است ولی از پاییز پارسال در لندن هم راه افتاده. دوچرخه‌های لایم هم ایستگاه ندارن. فقط به مردم توصیه میشه از اونا با احتیاط استفاده و مسئولان پارکشون کنن. شرکت لایم میگه هر دوچرخه‌ای که روی زمین بیفته یک پیام به تیم امداد میفرسته. اینکه این سامانه همیشه کار میکنه یا نه معلوم نیست، ولی اگه کار کنه احتمالاً میرن سراغش. طبعاً راحت طلبی که میخواد رکاب نزنه باید از جیبش مایه بذاره. هر 20 دقیقه 4 پوند برای دوچرخه برقی، در حالی که دوچرخه بریل برای هر 20 دقیقه 1 پوند میگیره. اگر دوچرخه سواری بیشتر بشه، احتمال رفت و آمد شهری هم آسان‌تر میشه، ولی بعیده به تنهایی مسئله آلودگی هوا رو حل کنه. در حوزه کاربری عمومی خیابان‌ها اتفاقهای جالبی داره میافته. مثلا در بعضی شهرهای آمریکا به جای اینکه خط مخصوص دوچرخه بذارن، خطهای وسارت پایین میذارن. یعنی برعکس خط دوچرخه که فقط مال دوچرخه سواراست، از این خطها وسایل حمل و نقل دیگه‌ای که با سرعت کم حرکت میکنن هم میتونن استفاده کنن. یکی از اتفاقایی که در حوزه حمل و نقل افتاده گسترش استفاده از انرژی برق، از جمله در خودروهای سواری، ولی همچنان خیلی هستند که حاضر نیستن از خودروهای بنزین سوزشون دست بکشن. اگه شما هم از این دسته اید، در گزارش مارک چزلک میبینید که چجوری میتونید خودروتون رو از اوراق شدن نجات بدید. وقتی اسم خودروی برقی میاد، آدم ناخودآگاه یک خودروی مدرن ظریف تقریبا بی صدا تصور میکنه، با اتاقهایی که به جای دکمه و دسته و کلید فقط نمایشگرهای لمسی دارن و انبوهی فضای خالی. در نتیجه اگه بهتون بگم این موریس ماینر مدل 1953 کاملا برقیه، احتمالا شاخ در میارید. شرکتی در منطقه واکسال لندن هست که ماشینهای بنزینی رو برقی میکنه. این یه نمونه عصر طلایی خودروهای انگلیسیه. دل روده بنزینشو کشیدن بیرون و به جاش یه موتور برقی و باتری گذاشتن. البته اصلا به این آسونی که من گفتم نیست. ماتیو کویتر شرکتش رو سال 2017 تأسیس کرده. خودروهای کلاسیک رو برقی میکنن. توی پارکینگ شرکتشون انواع خودروهای قدیمی ردیف شده و در حال تبدیله، از لند روور گرفته تا لانچیا. چون ماشینا با هم فرق دارن، برای برقی کردن هر کدوم باید راه متفاوتی پیدا کنن. خیلی از ماشین هایی که برای تبدیل میارن تا حالا مشابهش برقی نشده. مثلا موریس ماینر برقی روی هم چند تا بیشتر در دنیا نیست. یا این لانچیا بتا که پشت سرمه. هیچ کس تا حالا این ماشینا برقی نکرده. اولین نمونه ای که بخوای الکتریکی کنی باید همه چیز رو از صفر طراحی کنی. مثلا اینکه باتری رو کجا بذاری، یا مثلا در این مورد احتمالاً موتور میرسه به جعبه دنده. خب شارژر کجا میره؟ اصلا چقدر میشه تغییری داد؟ مثلا توی موریس ماینر ما جعبه دنده رو نگه داشتیم. در واقع کل تبدیل رو جوری انجام دادیم که اگه صاحبش میخواست دوباره برگرده به بنزین بشه برش گردون. توانش میشه 100 اسب. جکیپ کمدین خودروی موریسش رو آورده تبدیل کنن. خود خودرو مال 55 سال پیشه، ولی قطعاتش رو از یه نیسان لیف جدید برداشتن. این ماشین رو مشخصا خریدم که الکتریکیش کنم. خیلی وقت بود میخواستم یه موریس ماینر بگیرم، ولی عذاب وجدان داشتم که خیلی آلودگی ایجاد میکنم. گفتم اگه یه ماشین دیگه بخرم باید حتما برقی باشه. بعد گفتم میخوام حتما صفحه نمایش و سیستم صوتی و نقشه نیسان لیف رو هم روی این سوار کنیم. دلیل نمیشه چون ماشین قدیمی از این اسباب بازی ها نداشته باشه. منتظرم آماده شه، سوارشم برم پمپ بنزین، کنار شارژر برقی وایسم. مردم بگن اون مال شارژ الکتریکیه، پمپ بنزین نیست. بعد تازه دوزاریشون بیفته که این هم برقیه.
ولی آیا واقعا چنین خودرویی در ترافیک لندن به درد میخوره؟ متیو سوارم کرد یه چرخی بزنیم که خودم جواب سوالم رو بگیرم. این با باتری پر 65 کیلومتر میره که توی ماشین‌های برقی کمه. برای اینکه هزینه کار زیاد نشه باید از باتریش میزدیم. در واقع برای داخل شهر طراحی شده. موریس ماینر مدل 53 است. اون موقع حداکثر سرعتش 90 کیلومتر در ساعت بود. الان توی شهر هر چی بالای 70 کیلومتر در ساعت وحشتناکه. میبینی که کمربند هم نبستیم. آره، برای اینکه لازم نیست ببندیم. ماشین‌های اون موقع اصلاً کمربند نداشتن. بنابراین ما مجبور نیستیم براشون کمربند بذاریم. در نتیجه گاهی بالای 50 کیلومتر در ساعت بری، عملاً جونت رو گذاشتی کف دستت. گشتاورش 100 پوند فوته که حدود 3 برابر گشتاور اصلشه. انتظار مردم از خودرو الکتریکی همینه نه؟ انتظار دارن قوی باشه و روون بره. دقیقاً. ضمن اینکه ما حساب کردیم 65 کیلومتر با یه باتری میره. میشه حدود یک هفته رفت و آمد درون شهری در لندن. چند وقت طول کشید برقیش کردین؟ حدود 6 ماه. معمولاً تخمینی که به مشتری میدیم بین 3 تا 6 ماهه. بسته به اینکه قبلاً از اون مدل ماشین تبدیل کرده باشیم یا نه و کار تبدیلش چقدر پیچیده باشه. این مثلا چقدر خرج شده؟ رقم تقریبی که به مشتری میدیم حدود 20,000 پونده که خیلی از اونی که دلمون میخواد باشه بیشتره. رقم مطلوب به نظرم حدود 5,000 تاست. امیدوارم به جایی برسه که بشه با 5,000 تا هم همین کار رو کرد. خودروهای کلاسیک یه محاسنی برای راننده دارن. هم مالیات نمیدن، هم اغلب بیمهشون خیلی ارزونه. قاعدتاً خودروهای آینده همه برقی خواهند بود. ولی دلیلی نداره ماشین‌های قدیمی تو خیابون نباشن. حالا اگه براتون عجیبه که یه کسی ماشین کلاسیک رو برقی کنه، گزارش بعدی از دبی رو ببینید که بفهمید عجیب یعنی چی. دبی به ریخت و پاش و ساختن چیزهای گرون معروفه. برج‌های عظیم، آکواریوم‌های عظیم. دیگه چی؟ قهوه؟ اینجا در کافه را در مرکز دبی جوان‌ها قهوه می‌خورن که دونه‌هاش همینجا تفت‌داده شده. طبعاً قیمت یه فنجون قهوه از اونی که من و شما عادت داریم گرون‌تره، ولی حقیقتاً خوب چیزیه. امروز قرار گذاشتم کارآفرینی که پشت این ایده کافه است رو ببینم. کسی که فرایند تفت‌دادن قهوه رو به معنای دقیق کلمه به سطح جدیدی ارتقا داده. فکر کردیم اگه دونه های قهوه رو بفرستیم فضا و وقتی دارن برمیگردن پایین، یه جوری از حرارتی که موقع ورودشون به جو تولید میشه استفاده کنیم و برشتشون کنیم. بله، در واقع جناب حاتم میخواد یه کپسول رو پر از دونه قهوه کنه، وصلش کنه به موشک و بفرسته فضا. بعد وقتی داره برمیگرده زمین، دونه ها توی یه محفظه حرارتی مخصوص که به همین منظور ساخته شده تفت داده میشن. به همین سادگی. این فکر وقتی حاتم و اندرست در دانشگاه فضایی بین‌المللی در استراسبورگ درس می‌خوندن به سرشون زد. چرا همیشه می‌خوایم جلوی این حرارت رو بگیریم یا نذاریم ایجاد شه، در حالی که می‌تونیم ازش بهره برداری کنیم؟ میشه یکم در مورد محفظه حرارتی توضیح بدید دقیقاً چجوری کار می‌کنه و اینکه فقط تئوری یا علم درست و حسابی پشتشه؟ میتونم اینجوری بگم که تئوری علمی حسابی پشتشه. قرار در ماه‌های آینده واقعا آزمایشش کنیم و ببینیم طرحی که روی کاغذ نوشتیم و مدلی که ساختیم آیا با داده‌های حقیقی می‌خونه یا نه. حالا واقعا لازم قهوه رو تو فضا تف بدین؟ من از اون ضرب المثل که میگه چرخ رو نباید از اول اختراع کرد بیزارم. به نظرم یه آدم تنبل این ضرب المثل رو ساخته. هزینه این کار چقدره؟ چرا میخندی؟ برای اینکه در یکی دو هفته گذشته خیلی ها در این مورد صحبت کردن، هم دانشمندا هم بعضی رسانه ها. هدف ما اینه که هر فنجون رو 40 تا 45 دلار تموم کنیم. امکان نداره من 35 پوند پول قهوه بدم. میدونم، ولی حتی اگه این پروژه به جایی نرسه هم ما به هدف اصلیمون که انگیزه دادن و به حرکت انداختن دیگران رسیدیم. قرار نیست این محصول نهایی باشه. هدف اینه که ببینیم از کنار این پروژه چه چیزایی بیرون میاد. قهوه 40 دلاری از زهر مار هم تلختره. ولی توی این شهر که نمیدونن با پولشون چه کار کنن، احتمالاً اون قدرها هم گرون نیست.
به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرارش رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا هستند. بهترین راه تماس شما با ما توییتره. پس برید به سراغ شناسی @persianclick اونجا نظر و پیشنهاد بدید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.